با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، خوشحالم که میتونیم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشیم. سعید بهبانی هستم. در این 18 روز از 12 ماه، در 12 سال از 3000 ساعت 12:30 دقیقه است به وقت فینیکس در ایالت آریزونا، 11:30 دقیقه است به وقت کالیفرنیا در غرب آمریکا، 2:30 دقیقه است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا، هر کجایی که ساعتش 2:30 دقیقه است، 8:30 دقیقه است در اروپا. عرضم به حضور شما که 7:30 دقیقه است در انگلستان و ساعت 9:30 دقیقه است در ترکیه و ساعت 11 شب است در ایران عزیز. همطور که وعده کرده بودیم امروز گفتگو میکنیم، به شما امروز صفحه تلویزیون دیدید، گفتگو میکنیم با آقای دکتر حسن کیانزاد، شخصیتی که خودشون رو حزب پانیرانیست خارج از مرز معرفی میکنه و ما خوشحالیم که این فرصت پدید آمده که با این دوستان یکی یکی صحبت بکنیم. ایشون جز کسانی بودن که در اون شورای ملی هم حضور داشتن، کنار آقای هارون مهدوی از جبهه ملی، نهاد مردمی و غیره و زالک، ولی یکی یکی استعفا دادند و از اون کمیته بیرون اومدن. اجازه بده که ضمن سلام به آقای دکتر حسن کیانزاد ازش خواهش کنیم که یه قدری راجع به حزب پانیرانیست برای ما تعریف بکنه، ما بفهمیم حزب پانیرانیست چیه. تا اونجایی که من مطلع هستم، حزب پانیرانیست به هر حال در همون دوران سالهای 20 و 30 و اینا به وجود اومد و آخرین شخصیتی که ازش میشناسیم در حقیقت مرحوم پزشکپور بود که اون هم تو سالهای 48 و 49 فکر کنم تو ماجرای بحرین در نماینده مجلس بود و اونجا اعتراض کرد و بعدم گوشی گرفته از مجلس بیرونش کردند و بعدم رفت در اروپا و عاقبتی نداشت. و بذار از خود آقای دکتر بپرسیم که حزب پانیرانیست چیه. آقای دکتر، من به شما سلام میکنم. درود بر شما جناب سعید بهبانی و درود بر بینندگان و شنوندگان شما در درون میان عزیز و میان زمین و درون از ایران. تو نخواست بسیار سپاسگزارم که امشب ما گفتگویی با یک دیگر خواهیم داشت، یعنی داریم، و اتفاقا شعار خیلی قشنگ شما رو دیدم، آزادی اندیشه و بیان شرط اول انسان است. و در این پایه نخست در رابطه با فلسفه پانیرانیست و سودان شکل‌گیری پانیرانیست از نظر تاریخی چگونه بوده، باید بگوییم که در این میان بیش از 60 سال از دوران مکتب پانیرانیسم، جناب عالی اشاره ای در این دریان بردید که این نقطه پس از اصطلاح اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین انجام پذیرفت، به وجود آمد. فرزندانی که یکی از اونها که جناب عالی ازش نام به میان آوردید، محسن پزشکپور زندیات، دکتر محمد رضا عاملی تهرانی که حکومت حاکمیت جبار در همون هفته های نخستین ایشون رو عرض شود در یک دادگاهی که شاید بیش از 20 دقیقه هم طول نکشید محکوم کردند و در نیمه شب تیماران کردند. بعد از شبت که زندیات تاریخ فروهر و عزیزا رئیس زندیات از شبت تاریخ فروهر و کنچنی دیگر فرزندانی که باید گفت شاگرد مدرسه بودند، در دبیرستان بودند، شاید در سن 16-17 سالگی به دور دیگر فرا آمدند. و این که چه بکنیم در ضد نیروهای بیگانه، آنها در مکتب پانیرانیست به وجود آمد و پس از آن رو به سوی
تراغاز نسبت دلشونن سمت نفس عرض شود که نخست در حضر ملتیان در قبلال پانیره نیست و بعد خب جدایی های که پیش آمد در حضر پانیره نیست اراده بکن بسیدن فلسفه پانیرانیسم پان به معنای تمام وحدت ایرانیان میتوان گفت همبستگی و وحدت یکپارچگی ایرانیان و این دقیقا استنادش بر تاریخی است بدین که تاریخ تجربه کشور ما پس از قراردادهای نگین عرض شود ترکمنچههای و گرستان و در آن هنگام که اکنون بیش از نیم قرن بیش از 60 سال میگذرد در واقع سخن از طلاق ایران به زیر یک فرچندی که از شعارها بود جهان از آن ملت هاست و بسیاری دیگر مطرح شد اما این نسبت همچنان ادامه پیدا کرد منتها این فرزندان دلیر میهندوست میهندپرست و ملیگرای ایران عزیزمون ایران اینها خب هر کدام در یک جبهه به گونه اختلافات در تمام میان احزاب به وجود میاد جدایی به وجود میاد ولی بایستی بگوییم که مبارزات ادامه داشت اشاره که جناب عالی بویژه در این رابطه در رابطه با بحرین فرمودید بسیار بسیار جالبه که در اون مجلس نظام پیشین که 5 نفر از نمایندگان این مجلس جز فراکسیون حزب پانیرانیس بودند دولت هویدا رو به واسطه ارائه طرح بحرین به گونه جدایی بحرین عرض شد که دولت هویدا رو مورد استیضاح قرار دادند و جناب پزشکپور به مدت 2 ساعت عرض شد که دولت هویدا رو استیضاح کرد و پیش از این استیضاح صریح به این دوستان گفته شده بود که حتی دربار هم به ایشون گفته شده بود مخالفت بکنند ولی استیضاح نکنند که دوستان با نقضی رفتند و این از که توزش بخوام من بازخواهش کنم بله بعد پس از اون هم که این اندهات ها نخستدیر جناب هویدا هم گفتم که شما شهادت شما در واقع امتحان سیاد کردید که جناب فروهر جناب پزشکپور گفتن که این در واقع شهادت سیاد برحال منظور من این است که این جنبش و این حرکت نمیگرای ایرانی همچنان ادامه داره و در این 34 سال گذشته هم ادامه داشته اما دیدیم که در یک جبه عرض شد که فروهرها پردانه اسکندری فروهر و زمینات داریوش فروهر نبرد کردند و سرانجام دیدیم که چگونه این رژیم ستمگر عرض شد که آنها رو در اون جنایت سلاخی کردند از این بزرگ ازایی های دکتر همینجا من کلام شما رو قطع کنم خب شما اشاره میکنید به فروهر فروهر حزب ملت ایران رو درست کردن در حقیقت اونا جدا شدن از پان ایرانیست در همون اوان و بالاخره فرق بین ملت ایران حزب ملت ایران و داریوش فروهر با حزب پان ایرانیسم پزشکپور چه تفاوت هایی دارن هر شبت که من چون باید بگویم که بیش از
یعنی من دبیرستان عدید در تهران بودم، کلاس هشت متوسطه بودم که با این اندیشه آشنا شدم و سالیانی چند هم در میدان بهارستان در پایگاه حزب که زندیات داریش بروهر مسئول تشکیلات حزب بود، اصلا که من هم در اونجا بودم به عنوان یک فرد در واقع پانیونیست، خدا دید که دوران آموزشی رو در واقع گذراندیم و جدایی سر یک سری از مسائل پیش آمد و من اشاره می کنم یک سری مسائلی که هم به گونه شخصی و فردی بود و هم در رابطه با تاکتیک و سیاست های بگوییم مبارزاتی. داریش فروهر سر پرشوری داشت و در آن هنگام بایستی بگویم که همچنان که در این دوران حاکمیت ملایان هم دلیرانه صریح و شفاف روشن و قاطعانه همواره حرفهای خودش رو میزد، در آن هنگام هم به این صورت بود و خب باید ببین جدالهایی که ما با حزب توده داشتیم، این جدایی در واقع پیش آمد و محسن بدشپور و زندیات دوتا آمیلی فرانی و بسیاری دیگر خب با آن صورت کند و حزب پانیونیست شالوده ریخته شد و من چند ماه پس از اون عرض شود که به آن سو شتافتم. دلایلش هم اگر امروز بخوام پیام بدارم باید بگویم که مسئله ایدئولوژیک و فکری به ویژه دکتر محمد رضا عاملی تهرانی آموزگار این فکر و اندیشه و پرورشش بود و خب این ادامه پیدا کرد و پس از انقلاب من تا آن در واقع از نظر کادر حزبی بگویم که پیش رفتیم که یکی از پنج معاونین جناب محسن پزشکپور پس از انقلاب بودم و خب من هم به واسطه ترک اجباری کشور، چون من پس از پایان تحصیلات اونها در سال 1973 به ایران برگشتم، هفت سال اونجا بودم، یک سال پس از انقلاب هم اونجا بودم، ولی روشن بود که دیری نخواهد گذشت بعد از جریان نوژه که عرض شود که دستشون به ما هم خواهد رسید. بعد آن هنگام که پا به اون برز گذاشتیم مخالفت خودمون رو با حاکمیت آغاز دادیم که عرض شود ادامه داره با همه این گروه های سیاسی باید بگوییم راست و میانه و چپ تا به امروز. ببخشید بفرمایید آقای دکتر. بله و حال اگر که بخواهیم در واقع در رابطه با این جریان نه ازده آیده تو هنوز این پایرانیست کاملا روشن نشد برای من. من دارم میخواد که بله بفهمید بله، برای اینکه این باید اول اینجا رو تعریف کنیم، ما همجوری میشنویم و میدیم بدونیم که روش تعمقی بشود همجوری راجبش حرف میزنیم. بعد شما یه جایی اشاره کردید ما از این کلمه پان مثل پان امریکن مثل پان عربیست، مثلا وقتی که ناصر این طرح آورد، طرح پان عربیست رو آورد، خب مقصودش این بودش که ادهی از کشورهای عرب رو با همدیگه متحد بکنه، همونطور که شما اشاره کردید دیگه، و شما اشاره دارید به قرارداد ترکمنچای و گلستان اینا. آیا مثلا حزب پانیونیست میخواد بره ایران دوران ساسانیان رو دوباره زیر پرچم بیاره به صورت پان ایران بکنه؟ هر چه خدمت جناب سعید بهبانی، در آن هنگام بیش از 60 سال پیش وقتی کشور ما مورد اشغال
ایران در واقع بی‌طرف بود، ولی خب آمدند بعد کشور اشغال شد و بعد هم همطور که می‌دونید روس‌ها که چند سالی ماندند و بعد هم همطور که می‌دونید به ویژه حزب توده در رابطه با مسئله نفت شمال به پشتیبانی از دادن نفت شمال به روسیه رژه رفتن، تظاهراتی رو داشتن، اون هنگام که در واقع کافترازه در ایران سنت سفارت روس رو هم داشت. منظور من این است که این مسائل در آن هنگام من بیان داشتم. باید اشاره بکنیم که همواره در رویدادهای تاریخی بر اساس نیازهای جامعه به وجود میاد. این جامعه‌ای که به اون صورت برخورد شده بود، شاه مملکت و انگلیس ها دادارش کرده بودن کشور رو ترکش بکنه و اون وضعیتی که به وجود آمده بود، کشور ما مورد اشغال قرار گرفته بود، این فلسفه و این فکر پاسخ در واقع زمان بود. البته موقع شاه، آقای دکتر ببخشید ببخشید آقای دکتر کلامتو قطع میکنم، وقتی که شاه از ایران رفت دیگر اشغال نبود، یعنی هم روسا از ایران بیرون رفته بودن هم انگلیسا از ایران بیرون رفته بودن. ما سالای 32 رو داریم حرف میزنیم، دوره اشغال سال 20 و تا 25 آذر نمیدونم سال 24 که به حال اون ماجرای آذربایجان و بعدم ماجرای قوام سلطنه و بعدم بازگشت طلاها و در حقیقت شاهی دیگه در اون دوران مملکت اشغال نیست بلکه یه حکومتایی دارن حکومت میکنن. و حالا تفاوت بعد این حزب پانیرانیست، باز سوالم سر جاشه، این به دنبال امروز به دنبال چیه؟ به دنبال اینه که برگرده به دوران حکومت ساسانی، اون مناطقی که در اون موقع در اختشال شما دنبال اون هستی؟ به خاطر اینکه جناب پرسیش رو مطرح کردید که آیا منظور بازگشت به دوران ساسانیان بوده، من خواستم بگویم که شرایط چگونه بود. اما اگر ما امروز و سالهای بسیاری پس از آن شما در نظر بگیرید که نزدیک الان 25 ساله که اتحاد جمهوری شوروی وجود نداره، اروپا شرقی دیگه وجود نداره، در واقع از میان رفتند، اگر ما در آن هنگام در کشورمون دارای یک حکومت ملی بودیم، حتی اگر ملایان حکومت نمی کردن، رژیم ثابت از سر پا بود، در نظر می گیرید که اون حکومت چگونه می توانست در رابطه با همین عرض شود سرزمین ایران، آذربایجان و دیگر اصولا. شما در نظر می گیرید که امروز تاجیکستان و تاجیک ها نسبت به مسائل ایران چگونه می اندیشن. بنابراین امروز و یا بگوییم دو دهه پیش در واقع پروسه تکامل به این صورت پیش می رفت که این ایده پانیرانیست، یعنی اتحاد و اتفاق ایرانیان که در واقع دارای یک ریشه همین دیگه میشه مرز ساسانی دیگه، اگه میتوانست اجوره که من الان فقط یک جمله دیگه رو خواهم گفت. شما اتحادیه اروپا رو در نظر میدید، این میتوانست در واقع در این منطقه یک اتحادیه به وجود بیاد بین این ریشه های قومی و در واقع ملی و همه کشورهایی که به زبان فارسی سخن میدونه، نه در واقع یک بگوییم که بازگرداندن خاکی و مرزی یکی شدن و بعد هم آن هم بگونه ای که بگوییم اگر اقتدار نظامی وجود داشت عملی بشه، بلکه بگونه دیگر یک چنین اتحاد منطقهی فرهنگی اقتصادی به مانند اتحادیه اروپا، اگر که ما در فردای آزادی ایران یک حکومت ملی در واقع بر سر کار بیاد، باید به دنبال در واقع یک چنین سیاست ملی
پیش بره و خواهد هم رفت. آخه آقای دکتر ببخشید آقای دکتر، وقتی شما به این مثالا یه ذره ما رو گیج میکنه، من همش نگران این مثالا. وقتی شما از اروپا صحبت میکنی، خب ما اروپا جلو دستمونه، شما در همون کشور آلمان داری زندگی میکنی. وقتی دیوار فرو ریخت چه اتفاقی افتاد؟ آلمان غربی آلمان شرقی رو خرید، با پولش خرید، همه امکاناتو بهشون داد، گفت آقا بفهمید بیاید، ما همه امکانات که داریم به شما میتونیم بدیم، سرک داریم به شما میدیم. ایران که چنین شرطی رو نداره، که اصلا اون منطقه چنین شرطی رو نداره، که چجوری شما میخواین یه پانی درست کنید که همه این اقوام در شرکت کنن؟ همین الان شما نظرتون راجع به اقوام، همین الان نظرتون راجع به این احزاب قومی چیه؟ پانیرانیز موازش نسبت به احزاب قومی چیه؟ همین امروز تو ایران عرض شده که با مسائل رو بدونه پیش ببریم. اگر که جنابالی در رابطه با موجودیت پانیرانیز و اینکه آیا پانیرانیز امروز هم جوابگوی مسائل ایران میتونه باشه از نظر سیاسی اصولا، من توجیه هم در واقع این بود که این چنین نتوانست بشود. اما در شرایطی که امروز اصولا منطقه از نظر سیاسی و از نظر وضع اجتماعی به هم ریختش و بریشه حاکمیتی که یک حاکمیت ضد ملی است در کشور ما وجود داره، کاملا حق با شماست. این حاکمیت نه تنها ضد ملی است بلکه اصولا خیلی ساده، من بارها و بارها گفتم که بنیانگذار این جمهوری یعنی آقای خمینی در همون هفته‌های نخستین قرد شود که هنگامی که حمله خودش رو به اصولا دیده و فکر به دیگرا مطرح کرد، سخن از پانیرانیز به وجود آمد و گفت در واقع ضد اسلام است و ضد قرآن. و امروز میبینیم که مصباح یزدی هم حمله خودش رو باز آغاز کرده. دلایلش کاملا روشنه، برای اینکه اینها میدانند در خرداد 1388 جنبش سبز مسئله چی بود؟ هر شبت که نه همس نه لبنان جانم فدای ایران، اینها اون مسائلی است که در واقع دقیقا اتفاقا نیاز زمان نشان میده که امروز مردم ایران نسبت به فرهنگ گذشته خودشون، فرهنگ ملی خودشون، آداب و رسوم خودشون و بعد رنگین کمان قومیت‌های ایرانی، این حلقه پیوسته ای که در درازای تاریخ چند هزار ساله زندگی ملت ایران و کشور ما وجود داشته، دقیقا وجود داره. این اون خواست. اما وقتی که جناب عالی صحبت از این دنیا می آورید که اصولا ما نسبت به قومیت های ایرانی، گیره های در راه ایرانی امروز چگونه می اندیشیم، خیلی روشنه. شما ببینید هنگامی که زندگیات دکتر شرفکندی که در جنایت نیکونوس جانش رو گرفتند، در آن هنگام اصولا یک بیانیه از سوی حزب پانیرانیز و حزب دموکرات کردستان بیرون آمد در رابطه نسبت به مسائل روس. و ما امروز هم این چنین می اندیشیم که شکی نیست که خواستهای قومیتهای ایرانی های جناب بهبهانی کسانی هستند، بگوییم که صحبت از ملیت ها سخن به میان می آورد. مسئله امروز ما این است که نخست بگوییم اولویت های زمان چگونه هست، تعریف اولویت هاست. خب بعد درست آقای اتاق آقای دکتر ببخشید همینجا من مجبورم کلامتون رو قطع کنم. وقتی بحث از اولویت میکنیم، بعد این همین اولویت یعنی استصواب ثواب دید، یعنی همین نوع نگاه ما رو به سمت یه فاشیست نمیبره، ما رو به سمت یه فاشیست نمیبره. چون مثلا این تفکر در حقیقت هیتلر هم با حزب همین جوری اومد که نژاد جرمن رو قوی کنه و رفت و گفتش که ما قوی ترین ما هستیم و تاریخ هم متعلق به جرمن ها هست. آیا این حزب پانیرانیست نمیرسه به فاشیسم هیتلری؟ فکر نمی کنی به اونجا برسیم وقتی که اولویت رو مطرح میکنی؟ وقتی که یک حزب در یکی از شعاراش خیلی صریح و روشن میگوید جهان از آن ملت هاست، این معنا و مفهومش چیست؟
معنا و مفهومش در واقع این است که هر ملتی به مانند ملت ما دارای حقوق از شبت کشوری و جهانی است. وقتی که ما منشور جهانی حقوق بشر رو رسمیت میشناسیم، وقتی که در واقع ما شکوهمندی سربلندی ملت ایران رو برای ملت خودمون دوست داریم، چگونه است اگر بخواهیم در این دنیای آرش و گسترده و جهانی حق و حقوق ملت های دیگر رو نادیده بگیریم و سخن از آرش و که راسیست به دنیا بیاوریم؟ اینها جناب سعید بهبهانی در آن هنگام اینها باید گفت اتهاماتی بود که حزب توده ایران در واقع به حزب تنیرانیست می زدند برای لوس کردن، برای تخته در واقع این حزب. و فراموش نکنیم مسائل تاریخی از جمله اون هنگامی که پیشمردان کرد در ضد صدام حسین می ستیزند در آن هنگام تنها گروه سیاسی که از ملا مصطفی بارزانی و پیشمردان کرد حمایت میکرد و روزنامه ارگان حزب‌تنیرانی یعنی خاک و خون به دست پیشمردان کرد در جبهه های جنگ دست دست میگشت تنیرانیستا بودن که حمایت کردن. دوست من آقای دکتر، شما آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر ببخشید، این چیز تاریخ ها رو یه قدری شما فکر کنم که بسیار دقت نمی کنید، عقب جلو تعریف می کنید، مشکل ایجاد می کنید برای ما. ببین داستان ملا مصطفی، آخه ملا مصطفی اصلا ربطی به جنگ صدام و ایران نداره. ملا مصطفی در حقیقت تحریک شده اون بر بود و بین این دو طرف بازی می کرد، بین ایران و بین حکومت بعثی همجوری حرکت می کرد، چه دوره حسن البک، اصلا مربوط دوره صدام هم نیست، و اینا دو طرف رو چیز میکردن و اون موقع اینا در حقیقت جزء کسانی بودن که میخواستن این پارتی از ایران رو در حقیقت کردستان رو ببرن به اون سمت بچسبونن و شما میگی ما از اونا حمایت میکردیم. این یه ذره فکر میکنم تاریخ ها رو درست بگیم مسئله حل میشه. ببینید کردها در واقع نژاد ایرانی هستن، نخستین در واقع سلسله ماتها هم توی که از روی تاریخی دقیقا میدانید از پارس ها و کردها به وجود آمد و صحبت از با قرارداد نندین ترکمنچای و گرستان به میان آوردیم. این جدایی و هرچه پیش از اون اسپانی و ایران اتفاق افتاد، بخش هایی از کشور ما جدا شد، بخش هایش همین قسمت عرض شود بله. 17 شهر قفقاز دیگه بله. بله از آی دکتر به منش رخصت دادین، یه دوستی زنگ زده شاید سوالش ما رو راه نمایی کنه، کمک اون کنه. بفهمین شما خودتون رو معرفی کنید. آقای ببنید شما بخیر، من خواستم پیام شما بدم. It is shameful ایشون وبسایت پاناریست دارید به صفحه انگلیسی صفحه فارسیش، ببینید چیا نوشته. It is shameful. اینها با آلمان ها بسیار کار کردن و هنوز اینها از ببینید از چه سیمبول های استفاده میکنن و بعد هر کسی که این حرفا رو بزنه میگن از تو دستگور و در از توده. شما نیروی فاشیست و شوریست هستی و در یک چیزی با همدیگه مشترکی بر علیه بقیه افراد در داخل ایران و بر علیه یهودی هاش. آقای خمینی هم همینجور فکر میکنه و واقعا shamefulه. دوستون خوش. بفرمایید. آقای بله، ببینید منظور این است که با امروز سخن از و هر هنگام که کردها هم مورد حمله قرار گرفتن فرق نمی کنه، از سوی نیروهای ترکیه صدام حسین راه فرارشون مرزهای ایران بوده. چرا؟ به خاطر اینکه خانه خودشون در واقع می دانند و امروز هم جز این نیست. سیاستی رو که سیاست سرکوبی رو که جمهوری اسلامی و این حاکمیت ضد ملی بر ضد ایرانیان و به ویژه بر ضد قومیت‌های ایرانی در پیش گرفته که مسائلی رو مشکلاتی رو به وجود آورده که امروز فرض بفرمایید که برادران موحدی سخن از جدایی آذربایجان جنوبی
دنیا میآورند و یا بخش هایی از بگوییم که هستند از کردها که سخن از جنوب دنیا میآورند، ولی اکثریت آنها اگر هم که مسئله فدرالیسم رو مطرح میکنند که در این رابطه هم میتوان گسترده در واقع به مسائل پرداخت، این بیان و در این کنفرانسی هم که در عرض شد که در بلژیک همین دو هفته پیش برگزار شد که یکی مسئله گذار از جمهوری اسلامی بود و دیگر در رابطه با این که سیستم اداری کشور ما در آینده چگونه باشه، تا هنگامی که مسائل به این صورت مطرح میشه در واقع فکر جدایی از ایران وجود نداره. اما سیاست های این حاکمیت به گونه ایست که اگر که این چنین پیش بره اون خطرات رو در واقع به وجود میاره و این خطراتی هم که امروز وجود داره. ما فراموش نکنیم که امروز در خوزستان در شهرهای خوزستان از جمله احواز این نیروهای در واقع تجدید طلب چگونه دارن کار میکنند و به ویژه فرزندان این سرزمین همرزمان پانیرانیست ما از جمله که حتما میدانید جناب ابوالفضل آبدینی و هر شود که حضرت کلاشی، اوژن عسکری، باغبانی، سامان آریامن، اینها در همین هفته‌های گذشته هر شود که دستگیر شدن، میلاد بخان، خب اینها ایستادند، اینها در واقع از دو سو مورد حمله قرار گرفتن، هم از سوی حکومت و هم از سوی هر شود که گروه ها و نیروهای تجدید طلبی که ببیشه در خوزستان و در شهر احواز وجود دارند و کسانی که اون حزب الاحواز رو به وجود آوردن. اینها مسائلی که امروز در واقع اگر ما بخواهیم به اولویت های سیاسی جامعه امروز ایران بپردازیم، بعد اون وقت این مسئله جناب سعید بهبانی، این مسائلی که سخن ازش به میان آورده می شود در رابطه با فاشیسم، در رابطه با راسیسم، اینها در واقع بایستی بگویم که اینها اتهاماتی بوده که در گذشته زده شده و اصولا امروز به ویژه از سوی ما مسئله حزب به این شخص مطرح نیست. برای آگاهی دینداری جناب بهبانی هم هنگامی که بار دیگر من به آلمان برگشتم و دوستان دیگری که میبایستی که از خاک ایران خارج می شدند، ما خودمون به خاطر این که می دانستیم که خواست زمان نیاز زمان دیگه کوشش و فعالیت حزبی نیست، جنبش همبستگی ایرانیان برای آزادی و دموکراسی رو اینو در واقع همه کسانی که در اروپا و بلیجه در اروپا جبهه ملی چه می دونم برای صحبت کردیم با آقای اسد همایون راجع به این مسئله صحبت، بله با دکتر همایون راجع به این داستان صحبت کردیم. آقای دکتر اجازه بدید که اینو ببندیم همینجا و برای اینکه وقتم محدوده است شما هم خسته نکنیم، بریم به سر منشور پیشنهادی شورای ملی و اجازه بدید من مقدمتا این مطلب شما رو برای دوستان بخوانم که اینا هم آشنا بشن با قضايا. شما در مطلبی نوشتید پیرامون منشور پیشنهادی شورای ملی ایران و بولدوزرهای تخریب هویت، لاف از سخن چون دور توان زد، آن خش بود که پر توان زد. سرانجام پس از گذشت دراز هنگامی انتظار، منشور پیشنهادی شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد در روز 16 شهریور 1391 انتشار یافت. منشوری نشأت گرفته از تمامین خواستا و مطالبات جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران در بیش از 100 سال گذشته، به ویژه انقلاب مشروطیت و استوار بر تجربیات و داده‌های تلخ و مصیبت‌بار تاریخ 33 سال استبداد و ارتجاع حاکم بر میهن ما. این منشور در 16 بند
همان گونه که در پیش گفتارش بیان گردیده، از همه نیروهایی که در یافتن راهی به دور از خشونت و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند دعوت می‌کند برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملت ایران در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک به یکدیگر بپیوندند. این بار هم به مانند سه دهه گذشته، یعنی هر هنگام که جنبشی سراسری برای بسیج نیروهای آزادیخواه مردمی خواست که سامان بپذیرد، نقزنان خودمحور و بهانه‌گیر از چپ و میانه و راست، جمهوری خواه و سلطنت طلب، به جای اینکه محتوای 16 ماده‌ای منشور را مورد نقد سازنده خود قرار دهند، لبه تیز یورش‌های ناسزاوار و تخریبی خود را گاه همراه با تهمت و افترا متوجه افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی کردند که در ماه‌های گذشته به دور از هر گونه خودبزرگبینی و تنگ نظری بگرد هم فرا آمده و حاصل کار خود را در یک منشور پیشنهادی پیش روی مردم ایران و هم آوردان و کوشندگان سیاسی قرار دادند. از سوی کسانی در تالارهای مجازی اینترنتی ایراد بر این دارند که چرا به هنگام انتشار این منشور نامی از دست اندرکارانش برده نشده و از سوی کسانی دیگر که انتشار منشور را با نام گروه ها و سازمان های پشتیبانش و آن هم در یک پنجره به چالش کشیدن، نمایندگانش را با تحقیر مجهول الهویه نامیدن. در این میان ما تاکنون به ویژه از سوی آن دسته از مخالفین سنتی و یا ایدئولوژیک هرگز نشنیده و نخوانده این که محتوای منشور پیشنهادی 16 گانه را به نقد کشیده باشند، بلکه برایشان تنها هویت فردی، گروهی و سازمان‌های مطرح بوده که در ماه‌های گذشته در سامان منشور پیشنهادی نقش داشتند و همچنین منفی بافانی هم برای بی‌ارزش کردن منشور می‌گویند محتوای آن ورد زبان بچه‌ها و جوانان کوچه و خیابان‌ها در ایران است، که این سخن خود دال بر این دارد که محتوای این منشور پیشنهادی با توجه به نیازها و خواست‌ها آمال و آرزوهای مردم ایران تنظیم گشته است. شوربختانه در کنار این جبهه مخالفین بنیادگرای چپ و راست که با آن اشاره بردیم، اندیشه‌ور گرانمایی چونان جناب اسماعیل نوری‌علا قرار گرفتند که انتظارش نمی‌رفت. ایشان در یادداشت هفته گردی 24 شهریور 91 مطابق 14 سپتامبر 2012 خود سخن از دو گل اپوزیسیون انحلال طرف به دروازه خودی به میان آوردند که در رابطه با بیانیه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و کموله درست می‌فرماید، زیرا که آن بیانیه نه تنها یک اشتباه سیاسی بزرگ بلکه بنیانگر زیرپاگذاری همه آن گفتارها، شنودارها و نوشتارهایی بوده است که رهبران ایران دوست کرد از جمله زنده یاد دکتر صادق شرفگندی در رابطه با تمامیت ارضی و استقلال ایران بیان داشته و هر گونه تهمت تجزیه طلبی را رد کرده و در مصاحبه‌ای یک سال پیش از جنایت میکونوس با رادیو فرانسه تحقق سیاست عدم تمرکز و خودگردانی را تنها در چارچوب ایرانی آزاد و مستقل تحقق پذیر دانسته است. از سوی دیگر در تمامی کنفرانس‌ها و فراخوان‌های پیش از دو دهه گذشته هیچ هنگام نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران مسئله تمامیت ارضی و استقلال ایران را زیر پرسش نبرده بودند. از جمله در کنفرانس هویت ملی ایران در آستانه سال 2000 از سوی انجمن پژوهشگران ایران آقای قاسم حسینی نماینده رسمی این حزب شفاف و روشن می‌گوید حزب دموکرات کردستان خواهان است که نه تنها مردم کردستان بلکه همه خلق‌های ایران از حق تدریس و مکاتبه به زبان مادری، اداره امور داخلی منطقه کش، حفظ امنیت و انتظامات داخلی و از همه مهمتر مشارکت فعال و مساوی در اداره امور مملکتی برخوردار باشد. در این حال حزب ما معتقد است که زبان فارسی زبان رسمی همه ایرانیان است و پاره مسائل مهم مملکتی مانند دفاع ملی، برنامه‌های دراز مدت اقتصادی، سیاست خارجی و سیستم مالی و پولی صرفاً از صلاحیت‌های دولت مرکزی است. تجزیه طلبان واقعی در ایران کسانی هستند که میان فرزندان این آب و خاک تبعیضات قومی و دینی و مذهبی قائل می‌شوند. آقای حسینی همچنین هر گونه خواست عدم تمرکز و خودگردانی را در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی ایران به شمار می‌آورد.
بنابراین شکی نیست که هم میهنان کرد ما، یعنی آقایان عبدالله مهتدی و مصطفی هجری، در بیانیه مشترک شک و شبهه آفرینشان خود آب با آسیاب دشمن سرازیر ساخته و مسبب اعتراضات گسترده مردم ایران گردیده. اگر آنان این چنین نپندارند، باید که باور خود را به اصول تغییر ناپذیر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و جغرافیایی ایران زمین شفاف بیان دارند. اما در رابطه با گل دوم، جناب نوری علا اشتباه می‌فرمایند، زیرا که این گل نه تنها وارد دروازه جمهوری اسلامی، بلکه وارد دروازه های همه آن گروه ها و سازمان های فرقه گرا و خودمحوری شده است که در درازای سه دهه گذشته به سبب خودشیفتگی های برتری خواه و هژمونیک طلب، بی توجه به خواستای مردم زیر ستم ایران، موجبات شکست کنفرانس های بیشمار اپوزیسیون ضد حکومت در ایران را فراهم آوردند. شوربختانه اندیشمند گرامی جناب نوری علا حتی در یک جمله هم به محتوای منشور 16 ماده‌ای که جوهره هویت و شناسه شورای ملی است که استوار بر آن اصول باید به خود شکل بگیرد و برپا گردد نپرداختند، بلکه هماهنگ و همراه با خدایگان تفرعون و تکبر، چه در لباس روشن فکر و پژوهشگر و یا مستبدان تالارهای مجازی که کم هم نیستند، به دنبال شناخت و هویت کسانی رفتند که در ماه‌های گذشته هنگام‌های روز و شب زندگی خود را وقف و صرف شکل‌گیری این منشور کردند. و همچنین شما می‌فرمایید که عده‌ای ناشناس همراه با یک عده کمتر شناخته شده پس از ماها بکش و واکش و کجدار و مریض، بالاخره در هفته گذشته اعلام داشتند که نهادی در راستای تشکیل شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد موجودیت یافته و وظیفه هموطنان آن است که هرچه زودتر با آن بپیوندند. نخست اینکه از هممیهنان دعوت شده است که برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملی ایران در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک به یکدیگر بپیوندند. پس کسی را موظف به این نکردند و حکم بر آن نراندند که به این نهاد بپیوندند. اما جناب نوری علا، آنجا که شما سخن از این به میان آورید که یک ناشناس یا عده‌ای کمتر شناخته شده، باید به شما پاسخ دهم که بسیاری از ناشناسان کمتر شناخته شدگان را شما خوب میشناسید، از جمله شخصیت‌های بنیانگذار در نهاد مردمی که در این ماه‌های بکش و مکش‌ها و کجدار و مریض‌ها همراه با دیگر انسان‌های آزاده بر روی این منشور پیشنهادی کار کردند، در سازمان سکولارهای سبز شما عضویت دارند. همچنین شاید شما دوستان دیگری را هم از جنبش بختیاری و سازمان مطالعات بلوچستان ایران، جنبش آذربایجان و همچنین این جانب را از حزب پانیرانیست بشناسید. و اما اگر از این بدنه، این نظام جهل و جنون و جنایت و ستمگر کسانی ریزش کنند، حال چه در کمپین سفارت زن و یا خواهرزاده آقای کروبی باشند یا در سپاه پاسداران و بسیج، اگر بخواهند با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران همراه شوند، آیا باید راه را برای آنها بست؟ اما من این سخن را هم قویاً رد می کنم که هر کس به این شورا نپیوندد خائنه به وطن است، حال از سوی هر کسی گفته شده باشد. اما اینکه میفرمایید نطفه این شورا در زهدان کنگره دموکرات های سبز بسته شده است، اگر همچنین باشد عیبی بر آن نمیتوان وارد آورد، زیرا که زایش و نمادینش، یعنی جنبش آزادی خواهی مردم ایران بر ضد استبداد و ارتجاع حاکم، در متن و بطن همه کنش های آزادی خواهانه و ملی گرای گروه ها و سازمان های دموکراسی خواه در کلیتش قرار گرفته، به دور از هر گونه ادعای برتری خواهانه از سوی دیگر. شما سخن از فهرست پیوستگانی از جمله جبهه ملی ایران به میان آورید که پیوستگی خود را تکذیب کردند. شما نیک می‌دانید که جبهه ملی به ویژه در برون مرز از شخصیت‌ها، گروه‌ها و فراکسیون‌های گوناگونی شکل گرفته با رویکردها و تمایلات متفاوت که در این نوشتار نمی‌خواهم از آنها نام به میان آورم. اما آن کسانی که از جبهه ملی به نهاد پیوستند و ما آنها را می‌شناسیم، یک واقعیت است و آنان هم تاکنون پیوستگی خودشان را تکذیب نکردند. ایراد دیگر شما این است که می‌فرمایید وقتی به سراغ امضاهای روی سایت می‌روی، یک بار چشمت به نام‌های رضای پهلوی، فرای پهلوی، یاسمین پهلوی می‌افتد که مثل سه شهروند عادی بی سر و صدا به این جریان پیوستند.
و سپس میپرسید چطور شد کسی که همیشه میگفت آن بالا نشسته و فراگروهی عمل کرده و از همه واقعیت‌های اپوزیسیون حمایت میکند حالا با چند جوان از ایران آمده، ناشناس و اصلاح طلب و چند تا دیپلمات از حکومت بریده همراه شده و 240مین نفری محسوب میشود که به این جریان پیوسته و میخواهد راه را برای تشکیل شورای ملی هموار کند و آن شورا هم ایشان را به عنوان سخنگوی خود برگزیند. جناب اسماعیل نوری بفرمایید و بگویید کجا یه این کنش و شیوه رفتاری شاهزاده رضای پهلوی و شهبانو فرح و یاسمین پهلوی جای ایراد دارد که به گونه ای شهروند با حفظ شخصیت، موقعیت و شهرت ملی و جهانی خود در کنار دیگر هم میهنانشان نکمتر و نبیشتر قرار میگیرند و منشوری را که با آن باور دارند امضا میکنند و به این جریان میپیوندند. آیا این سرمایه ملی که شما هم به مانند هم میهنان دیگر با آن باور دارید اجازه ندارد که یک بار برای همیشه با شفافیت و جسارت این گام سنگین و سنجیده را بردارد و دیگر نه تنها پشتیبانی فراگروهی که همچنان با پرجاست بلکه قاطعانه به گونه ای که خود میگوید به عنوان سرباز وطن در صف نخستین جنبش رهایی بخش و آزادی خواهانه مردم ایران قرار بگیرد و آن را همراه با دیگر میهن پرستان ایران زمین به سوی پیروزی رهنمون شود. در این راستا از آن آزاده ایران دوز زنده‌یاد دکتر غلام حسین صدیقی نام به میان میآورد که در آن هنگامه بحرانی پیش از انقلاب فاجعه آفرین 57 که از سوی معمر رضا شاه پهلوی به او پیشنهاد نخست وزیری شده بود و او هم آمادگی خود را برای قبول آن مسئولیت تحت شرایطی پذیرفته بود، در آن هنگام بسیاری از دوستان و همرزمان دیرینش او را از پذیرش این پست منع کرده بودند با این سخن که ایشان نام نیکی خود را از بین می‌برد. پاسخ دکتر صدیقی این بود که اگر من نام نیکی دارم آیا باید آن را با خود به گور ببرم یا اینکه در خدمت ملتم هزینه نمایم؟ برخلاف نظر شما جناب نوری‌علا شاهزاده با این کنش پیش آهنگانه خود نه تنها گر را وارد دروازه حکومتگران جمهوری اسلامی بلکه وارد دروازه همه آن به اصطلاح از ما بهترانی کردند که سالیان دراز کوشش بر این داشتن که ایشان را تنها در حاشیه نگاه دارن. اکنون میپرسید حال او کجاست و چه میکنند و خود پاسخ میدهید در محاصره ایادی حکومت اسلامی چه از اردوگاه بنیادگرایی وزارت اطلاعات و سپاه و چه در خیمه و خرگاه اصلاح طلبی مزدور و مزور و متهیها برایش مداهی میکنند. جناب نوری‌علا شما با این سخنان ناسزاوار و تهمت و افترا آفرین از همه آن کسانی که در ماه‌های گذشته در کمیته موقت هماهنگی شورای ملی در راستای شکل‌گیری منشور پیشنهادی با شیفتگی و صمیمانه کار کردن حد که حرمت کردید و به مانند همه آن خود محوران و خود بزرگ بینان دیگری که از خرد جمعی سخن به میان می آورند اما آن را تنها در وجود خود جمع می بینند و کنشگران این جنبش را مجهول الهویه به شما می آورند، فراموش نکنیم که در راستای شکل‌گیری منشور نه تنها دست همیاری و همگرایی به سوی شما و سکولارهای سبز بلکه به سوی بسیاری دیگر از هماوردان سیاسی پیش کشیده شده بود. آن دست را نگرفتید و امروز شوربختانه همگام و هماهنگ که آن بلدوزرهای تخریب هویت گشتید که در خور شأن و کسوت سیاسی شما نیست. لاف از سخن چون دور توان زد آن خش بود که پر توان زد. هنوز شما بر این نظریتون باور دارید آقای دکتر؟ شکی نیست. من بر آنچه که نوشتم و سپاسگزارم که جناب‌عالی با این قربانی و سعی صدر آن رو برخواندید. یعنی هنوزم خب شما که از این شورا اومدید بیرون، شما که از این شورا اومدید بیرون، شما که همه تون نهاد مردمی، شما نه چیه؟ شما همه اعلامیتونه دادن. آقای هارون مهدوی اینجا اعلام کردن که ما به این دلایل که یه آدمایی بودن مال جمهوری اسلامی بودن. آقای حاتم نوشیروان حاتم هم اومد اینا رو گفت، همینا رو گفت، همینایی که نوری علا گفته اونا اومدن همینا رو گفتن. شما هنوزم باور دارین؟ حتما؟ نه از شورای ملی. اصولا شورای ملی این رو من همواره در کمیته موقت، ببینید در این کمیته موقت هر حال خود ما بیش از نزدیک 7 ماه بودیم و بعد هم خیلی ایراد میگیرند و که بالاخره 44 منشور و
هفت ده ماه طول کشید تا این منشور کسانی هم میگویند به سویت به گونه یک انشاست رو بیرون دادن. جناب عرض شد که کروش اعتمادی که جناب آلی چند رو بیش از دوستان یعنی ما در یک گروه رایدنی الان نزدیک که میشه دو ساله که با دیگر دوستان هم کار میکنیم، اشاره در واقع به این مسئله به این صورت یعنی دشواری هایی که وجود داره، یعنی نخست میخواستند که این باشد این باشد دموکرات کردستان باشه، قومیت ها باشند و اینه که همه چیز به درازا کشید. اما سخن کوتاه، ببینید ما در کنار دوستان دیگر در واقع از این کمیته موقت کنارگیری کردیم و در اون 6 ماه در افمان آغازین کار بودیم تا این منشور پیشنهادی در واقع بیرون بیاد، انتشار پیدا بکنه. مشکلات کم نبوده. شما وقتی توجه بر این دارید که در این 30 و چند سال گذشته که یک ایرادی هم که جناب اعتمادی به درستی گرفتند این که اون اپوزیسیونی که میتوانست در درازای این چند دهه گذشته شکل بگیره، اگه ما فقط گروه ها و سازمان های سیاسی و بعد هم شخصیت های سیاسی فقط به خودشون خود نظری نمی کردن، فقه این گرایی نمی کردن به وجود می آمد، امروز ما بسیاری از این مسائل رو تفیش نداشتیم. نه دیگه آقای دکتر، آخه اینجور نیست. آقای ببخشید من کلامتون رو، آقای نوشیروان حاتم گفت من رفتم به 100 نفر خواهش کردم، هیچکی نیامد، همه گفتن نه حالا شما برین بعد شما میایین بیرون. خود این کلام آقای نوشیروان حاتم میگه من قبلش با 100 بعد آقای نوشیروان حاتم میگه که شاهزاده در ماه مارس اینو پیشنهاد داد. خود شاهزاده سال گذشته توی مصاحبه‌ای که کرد با تلویزیون کانال وان آقای شرمایی گفت آقا من دیگه اگه کسی نیاد هیچکی نیاد خودم یه تنه میرم، و امروز معلوم شده که تمام این داستان رو خود شاهزاده هدایت کرده، رهبری کرده، طرحش مال خودش بوده. اون دو تا نفر بیچاره گناهی ندارن، خانم گلستانه و آقای پیرزاده گناهی ندارن، اونا دو تا کارمند دفترن، اونا باید هر چی که از دفتر بهشون دستور میده اجرا کنه. ولی شما اینجا دوباره به صراحت توی میگی من اینو قبول دارم و میگی که شاهزاده به عنوان یه آدم معمولی اومد اینو امضا کرد، در حالی که اینطوری نبوده. واقعیت امروز نشون میده که بنا به روایت خود دوستانی که اون تو بودن میگن خود شاهزاده فرماندهی کل به عهده داشته. ببینید شاهزاده در مصاحبه هم که داشتن اشاره به این کردن که جیری رو شلیک کردند و این باید حتما به هدف اصابت بکنه. اینجا من سریع و روشن بیان میدارم که اصولا ایشون تنها تیر خودشون رو رها نکردن، بلکه در درازای این چند دهه گذشته نه تنها هزاران هزار بلکه میلیون ها ایرانی تیرهای خودشون رو به سوی این حاکمیت جبار و ضد ملی و ستمگر رها کردن. بسیاری هزاران نفر در این درازای چند دهه گذشته جان باختند در درون و برون از میهن ما. و یک مسئله دیگر هم که گهگاه اشاره میشه، سخن از این به میان آورده میشه که این در واقع شانس واپسین است، خیلی صریح و روشن من هم در کمیته موقت بارها گفتم و همچنین در نشست‌های دیگر به هیچ وجه چنین مسئله‌ای مطرح نیست. یک، شورای ملی در واقع در این مقاله نوشتار انتصیرابالی برخاندی این برخواسته از خواستها و مطالبات مردم ایران. خب به همین دلیل میشه انشا دیگه، درست به همین دلیل دکتر میشه انشا. ببین من اینو اینجوری تعریف میکنم، من میگم که مثلا اینونه که من با یه ده جمع شیم بگیم آقا بریم با هم دیگه پول دار شیم. خب این طرح خوبیه، ولی چگونه میخوای این کارو انجام بدی؟ راجب چگونگیش سوال، تمام سوال این مدت سر چگونگی داستانه. شما چگونه میخوای این تیر رو رها کنی؟ و شما این بحث شاهزاده به عنوان آخرین تیر ترکش نام بود، منم اعتراض کردم گفتم انسان تا زمانی که حیات داره، تا زمانی که میتواند، همیشه تیری در ترکش داره، اسمش امیده. اون تیر اسمش امیده. انسان زمانی که امیدش رو از دست داده اون لحظه مرده.
فقط در شرایط موت که انسان امید نداره، ولی در زمانی که حرکت میکنه، فکر میکنه، این امید داره و داره راه میره. این امید تیر ترکششه. بنابراین آخرین تیر ترکش اصلا یک مفهوم بیخودیه، اضافه است، اصلا گول زدنه. بنابراین و خب امروز یک سرخوردگی شدید ایجاد شده و جمهوری اسلامی پشت میزش نشسته و میخنده به ریش ما. حرف نوری علا غلط نبود که؟ نه، ببینید حرف اونجا غلط میشه وقتی که ما صحبت از در واقع بگوییم که یک گروه مجهول الهویه. خب مجهول الهویه است دیگه. کوروش هخامنش کیه؟ سرباز آریا کیه؟ ببینید جناب سعید بهبهانی، ما اگر بخوام نسبت به مسائل عمومیت بدیم این درست نیست. خب یکی از این مجهول الهویه ها، منی که امروز دارم با جنابالی صحبت میکنم، شما بیرون اومدین، استعفا کردین ازش، اعلامیتون اومد بیرون که استعفای آقای هارون مهدوی گفتن که من خودم این متن رو نوشتم دادم به آقای دوشوکی. آقای دوشوکی راستید جواب تلفن ما رو بده تا خدا. آقای دوشوکی کجایی بابا؟ یه زنگی به ما بزن. آقای دوشوکی شما همه برنامه ما رو دنبال میکردی، مرتب با ما تماس میگرفتی، ولی الان دیگه نیستی. بیا جواب بده آقای دوشوکی. بله، امیدواریم که ایشون هم جواب بدن، به خاطر اینکه میتوان گسترده با تلویزیون میهن در واقع به این مسائل پرداخت. بله، در این بیانیه که کنارگیریم رو از این کمیته موقت بیان داشتیم، فقط دو خط نخستینش میگوییم ما به منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی باورمند، به آرمان تشکیل شورای ملی وفادار و همگرایی اپوزیسیون برای ایجاد یک نهاد فراگیر دموکراتیک که صدگرا و شفاف را یک وظیفه ملی می‌دانیم. بله، پس بنابراین اینه که تعریف می‌کنی تو این نبود. اینایی که شما دارین دنبالش می‌گردید تو این نبود، به این دلیل ازش اومدی بیرون. همه محاسنی رو که دارید دنبال می‌کنی تو این نبود خلاصه. به همین دلیل ازش اومدیم بیرون. جناب سعید جان بهبهانی عزیز، جان توجه بفرمایید، دو مسئله است. یکی کمیته موقت در واقع این تدارک شورای ملی است، یکی شورای ملی است. و جنابعالی در صحبتی که ما داشتیم اشاره بر این داشتید و کاملا هم درسته که الان نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا شخصیت ها و گروه های سیاسی که خود ما هم به همین صورت، ما که شورای ملی رو بل نکردیم. شورای ملی تعلق ملی که کسی نیست. شورای ملی در واقع ما باید اشاره تیکنواری همین چند ثانیه پیش بردیم چگونگی مسئله رو واقعا درسته. این در واقع اون صحبت مسئله ایست من میگویم اولویت زمان چیست، اولویت زمان و چگونگی به این پرسش، این پرسش درست باید پاسخ. خب نمیشه. بعد شما میگی که چرا راه نمیدی به اونایی که ریزش کردن؟ شما چجوری میگی اونا؟ از کجا میگی اونا ریزش کردن؟ چه سندی بر این داری که یارون نیستی رو نمیشه ثابت کرد، هستی رو میشه ثابت کرد؟ میشه گفت هست به این دلیل، بفهم هست به این دلیل، دلایل هست معلومه، یارون نیست و من چجوری ثابت کنم که این ریزش کرده با اون نیست؟ چجوری اینو ثابت میکنی؟ آیا حالا در همین رابطه صحبت بکنم؟ بفهم، من میپرسم که آیا حتی تجربه ای که مردم ایران با این حکومت ملایان داشته، به آیا این یک واقعیتی است که مردم ایران هنوز هم پشتیبان این حاکمیت هستن؟ مردم آقا کاری نده، مردم آدرس ندارن، قربون شکلت برم، مردم اصلا مانه مردم آدرس شما. آقای دکتر شما آدرست معلومه، عکس تصویرت پیداست، مکانت پیداست، شما پزشک هستی، در آلمان زندگی میکنی، آدرس داری، مشخصات داری. مردم آدرس شما بوده، مردم کجا؟ مردم یه توده بی شکله. این اسمش توده بی شکل. توده بی شکل کجا میخوای بری بیاری آدرس بهش بدی؟ از کجا بیاری؟ نهاد مردمی یه نفر، آقای ایمان فروتن، بیژن کریمی، شما هم عضو اون نهادی. من اصلا تعجب میکنم نهاد مردمی که مثلا بره حمایت بکنه از عقاب. خب این اصلا نشون میده که این اپورتونیسته، این اصلا هیچ بنیادش بر آب است. آخه آدم میره دنبال عقاب، خدا وکیلی دنبال حخا میره؟ نه، ببینید اینها مسائلی است که جناب سعید بهبهانی هیچ کس نه دنبال حخا رفته
نه به دنبال عقاب رفتن. چرا آقا شما پیوند داره آقا مرد نهاد مردمی حمایت کرده از عقاب؟ این دو شخصیتی که شما اشاره به نامهاشون کردید، اتفاقا یکی از مسائل ما همین هاست که این صحبت به اصطلاح همبستگی، کسبگرایی در کنار یکدیگر بودن، ماندن، همین مسائل. یعنی ما باید دقیقا بپردازیم به این که چه کسانی میتوانند و این نهاد مردمی که شما بهش اشاره بردید. ببینید جناب دکتر فروتن یک جوان، یک شخصیت آزاده است که در نظر میگیرید که ایشون اصلا وارد این کار سیاسی نمیشود، دنبال کار و اون کلاوکس و خوانندگی و اینا بود، خودش بود دنبال خوانندگی کلاوکس و یا جناب کریمی. جناب دکتر کریمی واقعا یک شخصیت آزاده سیاسی است و بسیار شخصیت فهمیده و اندیشمند. من فکر میکنم که ما یه مقدار باید بپردازیم ببینید در راستای این مسئله همین جدایی ها، مسئله چگونگی که کراوالی از آن به درستی نام به میان آوردیم، ما میبایستی که کوششمون در رابطه باز اشاره میکنم به این شورای ملی، که این شورای ملی در واقع مفهومش چیزی جز این نیست که اگر قرار بر این باشه یک جنبش گسترده مردمی به وجود بیاد، که این جنبش هم میتونه در واقع آقای دکتر کیانزاد، این هر حرکتی، هر جنبشی، هر رفاقتی، هر دوستی، هر مودتی، هر پیوندی پایش باید در راستی صداقت باشه. من این آقای نوشیروان حاتم رو ازش پرسیدم، گفتم وقتی شما خودت داری میگی که در ماه مارس نمیدونم شاهزاده گفت این کارو بکنی، فرمان صادر کرد و خودش همه لحظه به لحظه بود، چرا اومدی تو برنامه میبودی که من اونجا حضور داشتم خودتو سخنگو معرفی کردی و گفتی اصلا شاهزاده چی نیست؟ شما اینجا اشاره میکنی که ایشون چه اشکالی داره به عنوان شهروند بیاد اینجا؟ خب نمیتونیم بر پایه دروغ نمیاد، جامعه مثل انسانه، صاحب روحه، صاحب شخص. شما پزشکی، من نیاز نیست اینا رو برای شما بگم. جامعه مثل انسان است، مثل میگه اسوانیه، مثل آمریکایی، آلمانیه، اسم داره، آبادانیه، این شخصیت اون مثل انسان، به اون دروغ بگی نمیاد سراغه، میفهمه بوی دروغ رو حس میکنه. خب شما دروغ گفتید، همتون دروغ گفتید. در واقع یعنی چی؟ ببینید سالیان دراز بود جناب بهبانی، سالیان دراز بود من در این نوشتارم آوردم و اون این بود که به هر حال شاهزاده رضا پهلوی اینو که نمیتونیم کتمان بکنیم، دارای طرفدارانی سرهم نمی کنه، فقط هرچند به طرفداران مشروطه پارلمانی در واقع نیستن، بلکه در این میان بسیاری چون ایشون رو به هر حال یک شخصیت حتی خب اگه اینو بخواهیم همینو جناب دوتو ببخشید همینو بخواهیم ملاک قرار بدیم، همین فرمایش اخیر شما رو بخواهیم ملاک قرار بدیم، خب فعال پاشایی و مشروطه و لیبرال و دموکراتش هیچ کدوم نیومدن امضا کنن. اونا که اصلا حرفشون همینه، دنبال مشروطه پارلمانی هن، نماینده مشروطه پارلمان هم شخص رضای پهلویه به عنوان شاهزاده، آخرین شاهزاده ایران. خب اونا نیومدن امضا کنن، این چه طرفداریه پن؟ آقای میرفتروس، تو برنامه آقای میبودی اخوال میکنید مردم رو، من از این اخوال نگرانم، همه تون اخوال میکنید. آقای میرفتروس با صراحت من در پاریس بودم، جوان آمد با مادرشون صحبت کردم، بعد آقای میرفتروس امضا نکرد زیر اینو، آقای نوریزاده امضا نکرد زیر اینو، خانم الهه بغراد زیرشو امضا نکرد. اینا کسانی هستند که تو برنامه آقای میبودی تو تلویزیون پارس اینا مبلغ این جریان بودن ولی خودشون نیومدن امضا کنن. جناب سعید دهبانی گرامی، اجازه فرمایید اتفاقا در این نوشتار من سخن از در واقع شخصیت ها وقتی که اشاره نام نبردم به میان نبردم، ولی اشاره جناب عالی در رابطه با این شخصیت سیاسی، شما آقای نوریزاده سخن به میان میآورید، ایشون عرض شود که یک بار به کمیته موقت تشریف آوردن، ایشون
در کیهان لندن در رابطه شورا نوشتن، همین از این جریان پشتیبانی در واقع کردند ولی امضا نکردند. اما اجازه فرمایید در رابطه با عرض شد که آقای علی فتروس، آقای علی فتروس ایشون از یک سو در این سالهای گذشته اگه شما در نظر بگیرید اون کتابی که در رابطه با جریانات 28 مرداد و دکتر مصدق ایشون نوشتند و نظرات ایشون اتفاقا در رابطه با شورای ملی، نمیخوام اینجا اسم میان بیاورم، نمیخوام در واقع خیلی روشن حرف بزنید، چرا نه، اینجا جایی که روشن حرف بزنید، ایشون پشتیبان این جریان بودن، ایشون بارها به شخصیتی که شما باهاشون مصاحبه کردید گفته بودند من این منشور رو مورد چیز خودم قرار دادم و ایشون بارها گفتن که من مرتب، شما خودتون هم اشاره کردید، با شهبانو با شاهزاده در ارتباط هستم. حال بگوییم که مثلا آقای میفتروس یا افراد دیگری امتحان نکردن، خب وقتی نکردن نه آقا دوست من اینجوری نی، نکردن چی، این درست اونجاست که میزنی، اونجاست که جمهوریستان بدیشم میخنده. ببین دوست محترم من، جناب آقای دکتر کیانزاد، نازنین من، شما با شاهزاده تماس دارید، اجازه بدید آقای کیانزاد، آقای میفتروس خیلی سریع و روشن میگوید پس بره شما از یک سو در پشت سر با دیگران که صحبت میکنید حمایت میکنید و میگید که این را از دید جنابالی هم گذروندن ابراز نظر فرموده اید و از سوی دیگر وقتی که به این صورت میاید ازتون پرسش میشه میگید که از شد که امضا نکردید. این به نظر من دلیل این نمیشه. ببینید مسئله این پیشنهادی یک بندی رو که در واقع مورد انتقاد قرار دادن اون بند 11 عدم تمرکز است که شاهزادهم در اون مصاحبهش بهش اشاره کرده. من باورم بر این است که همین جناب مثلا ها میفتروس بلکه دیگرانی هم که به یک صورتی این منشور رو مورد انتقاد قرار میدن، حقشون هم هست که مورد انتقاد قرار بدن، بگویند به کجاها انتقاد دارن و پیشنهادشون چیست، چه پیشنهادی میکنن برای این که این منشور پیشنهادی. آقا منشور اشکالی نداره دوست محترم، آقای کیانزاد بگویند بله. منشور که ایراد نداره که، همه با هم خوب باشیم بریم پول دارشیم که حرف بدی نیستش که، این که چه ایرادی داره بریم آقای بکلی بکنیم پول دارشیم، این حرف بده، حرف بدی نیستش که. پس بنابراین منشور یه انشاست، یه چیزیه که همه خوب باشیم، دوست باشیم، مهربون باشیم، بریم ماهیگیری کنیم، روزا نقاشی کنیم، این کارا بکنیم، این که کمکی به من نمیکنه که. من خود شما با شاهزاده تماس دارید یقینا، ازشون سوال بفرمایید. من در ماه ژانویه ازشون با ایشون ارتباط برقرار کردم و بهش همه این شرط رو گفتم، بهش گفتم که آقا نگران وضع شما هستم، من نگران شخصت نیستم، برای اینکه این تبعاتش، نگران اونم چون تبعاتش به من لغت میخوره، من نگران خودمم، وگرنه شما به من یه آدم برو هر بلایی سرت میخواد بیاد بیا، اون برای من مهم نی، مهم اینه که این تبعات داستان، این که نوری الان اونجا نوشت همینه که تبعاتشه، این تبعاتش الان اینه که شما داری میبینی، همینیست که الان جامعه باش روبروه، شما میگی من اونو قبول دارم. بله بفهم، این رو من میپذیرم، بله طبعاتشه و دلیل این که من کار به دوستان دیگه ندارم کنارگیری از کمیته موقت در واقع داشتیم، اتفاقا همین طبعاتشه، اتفاقا وقتی دیدیم که جریان داره دچار انحراف میشه، وقتی که دیدیم اون سه شرطی رو که شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبهش گفته، سه شرط برای من وجود داره که در یک حرکت و جنبش سیاسی شرکت بکنم، یکی مسئله شفافیت و صراحت، این شفافیت و صراحتی است که ما در کمیته موقت با
خواستارها و خواستی که از کسانی که میان وارد میشن باید دقیقا ما بدانیم که این هویت چه هویتیست، هویت آشکار از کجا به چه صورت. خب شما میگی که اگر شما اینجا آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر شما اینجا میفهمید که باید بپرسیم، ولی اونجا تو مطلبت مینویسی که چه اشکالی داره اگه اینا که از اونجا جدا شدن اومدن به ما به پیوندن. من میپرسم متر و معیار شما برای این جدایی چی آخه؟ چجوری میگین یارو جدا شده؟ از چه دلیلی میگین یارو جدا شده؟ وقتی که نظام شما با یه نظامی طرف هستی، شما باید دشمنت اول بشناسی. وقتی میخوای شما دکتری باید مریضتو بری بالینی لمسش بکنی. ابو علی سینا بیچاره همینا رو تعریف کرد، آقا بالینی میری از نوک پاش تا موی سرش اینو نگاه میکنی، بعد نظر میده. شما چجوری این متر شما برای اینکه اینا بریدن چیه؟ نظامی که میگوید حفظ نظام اوجب واجبات از شما، احکام شرعی رو میتوانید تعطیل کنید. تمام این قتلایی که صورت داده بر اساس حکم شرعی بوده. شما با یه چنین جریانی، یعنی که شما در ماه رمضان میتونی عرق بخوری، فحش به خمینی بدی، هر کاری دلت خواست بکنی، احکام شرعی رو میتوانید تعطیل کنی. شما چجوری میگی که اینا اینجوریان؟ اینا و خب سواله. بعد شما اون چیزی که من میفهمم صحبت من و شاهزادم به این مسئله اشاره کرد. ببینید صحبتی هم صحبت میکنم، اشاره میکنم به پاسدارانی که از این حکومت عشبت احوانم ببردن و یا بسیار دیگر. و روی اگر ما بخواهیم جریان جنبشی که بخواد فراگیر بشه و به وجود بیاد و بتوانه سرانجام به اون قدرت برسه، همطور که ما در منطقه دیدیم که این حاکمیت نتواند دیگر مقاومت بکنه و مردم رو مورد سرکوب قرار بده و بعد هم مسئله انحلالش برکناریش هست، این است که باید از بدنه این نظام همیشه در کشورهای دیگه هم امروز شما ببینید در سوریه از بدنه ارتش نیروهای نظامی جدا نشدن، در کشورهای دیگه هم به این صورت دیدیم. بله از بدید یه تلفن داریم آقای دکتر، بزنید این تلفن شاید کمک کنه. بفهمید چون مثالا اذیتمون میکنه. بفهمید شما خودتون رو معرفی کنید. سلام عرض کردم نادر هستم از سوریه. آقای نادر بفهمید. خواهش میکنم، من میخواستم این مسئله رو بگم، شاید بکنه در همه موارد سه تا چیز رو باید داشته باش به نظر بنده. یکی اینی که باید سازمانی داشت، دوم اینی که تعداد قابل توجهی در این سازمان باید باشن و هدفی هم باید وجود داشته باشه. این هدف حالا این سازمان و این نفراتی که در این سازمان هستن باید به قول معروف تأمین بکنن فعالیت در راستای رسیدن این هدف رو. حالا این شورای ملی که تشکیل شد به عنوان مثال و خیلی مثالهای دیگه هم هستش، این چیز این فیل بزرگی در اتاقی است که راجبش صحبت نمی کنه. البته شما فرمودین آقای دهبانی، ولی در کل دارم خدمتتون عرض می کنم همین هستش. یعنی شما وقتی این ستار نداشته باشی، خب هر چیزی که بنویسین در هر صورت یه انشاست یا فوق فوق فوقش این است یه به قول من یه بحث آکادمیکه که خب میشه خب خیلی هم شیرینه، میشینیم با هم دیگه حرف بزنیم بهترین چیزا رو بنویسیم، ولی اصلا چرا خودمون رو خسته میکنیم؟ تو سازمان ملی منشور حقوق بشری نوشتن، هر کی میاد یه 4 5 تا از این به قول معروف چیزا برمی‌داره، منشور حقوق بشر رو این حالا در اینجا اومدن 16 تاش رو برداشتن، یکی دیگه میاد دو تا ازش کم میکنه 14 تا، ولی خب همه دارن همین کارو میکنن. اینی که راجع به محتوا صحبت بکنیم و این حرفو، خب بله خب محتوا قشنگه، خب رفتیم به قول معروف همون منشور حقوق بشر یه تیکش رو آوردیم، خب کسی که نمیتونه با این مخالفت بکنه، این دیگه اون چیزی که عیانت چاجت به بیان است. منظم صحبتی که شما فرمودین خب این خیلی قشنگ، چجوری میخواییم بهش برسیم؟ سازمانتون چیه؟ نفراتتون کی هستن؟ هدفتون این هست که براندازی وقتی هدف براندازیه و شما باید سازمانی در ایران در هر صورت سازمانی حالا مخفی اگرم شده در ایران باید وجود داشته باشه. اینا هیچ کدومشون ندارن آقای دهبانی. تنها کسایی که من میبینم تو ایران یکی اصلاح طلب ها هستن، یکی سازمان مجاهدین و یکی هم دو تا حزب کردی و یا شاید بگم سه تا حزب کردی هست که سازمانی دارن که قابلیت اینو داره که فعالیت بکنه در راسته اون هدفی که دارن، نه اینکه حالا حتما به هدفشون هم برسن، ولی حداقل فعالیت میتونن بکنن. ولی چیزهای شبیه این شورای ملی و اینا حتی قابلیت فعالیت هم ندارن. خیلی ممنون از وقتی که دارین به منده. متشکرم.
آقای کیانزاد بفهم. بله خب به هر حال اینم ابراز نظر که محدود میکنه به سمت سازمان، ولی خود ایشون هم جز اینم باز صحبت از اینه که خب منشور حقوق بشر و اینا اصولا باید بگوییم که ما چه میخواهیم، چه میخواهیم کاملا روشنه. مخرج مشترک خواستای احزاب گروه ها سازمان های سیاسی دموکرات، اونایی که میگوید دموکرات هست، چیزی جز این نیست. هدف در واقع رسیدن به این است که یک جامعه باز و آزاد و سرنگونی این رژیم و جابجاییش که ما بتوانیم یک چجوری ساختار مردم سالار رو، این در واقع اون هدف است. و همه اون کسانی که و وقتی صحبت از اولویت به میان میآوریم این است که چپ و میانه و هر شبت که مسعود خواه و جمهوری خواه اگر امروز بیایند سر تنها و تنها سه و یا چهار شعار سیاسی خاص سیاسی با هم اتفاق نظر نمی کنه. آقای کیانزاد یه حرفی بزنیم که بشه، اگه عموی من زن بود میشون عمه، این نشدنیه، یه چیز نش. ببین من سوالم اینه، میگم وقتی خود طرفداران شاهزاده، خود کسانی که بوق میزنن براش، خودشون نمیان اینجا، بعد شما اینا رو ول میکنی، رها کردی تیم خودتو، سکوی سعید سکوی رها کردی رفته، بعد رفتی دنبال من میگی چپه بیاد زیر پوچ من، برای چی باید بیاد؟ به شما در این مورد باید بگویم این همون درد بزرگی است. نه درد نیست، اینا سیمتومه، اینا من اشاره بزرگان به این مثلا بکنم. در همین هفته های گذشته بود که دفتر وجوهش حزب مشروطه از من دعوت کردم، ما بیش از نزدیک 3 ساعت صحبت با دوستان داشتیم، بویژه در رابطه با همین جریان مشهور. یعنی چند از این دوستان انتقاد کردن مشهور، خود جناب آقای دکتر اکمل غلطه، آقای کیانزاد غلطه، دوست من، برادر بزرگ من، پزشک معتبر، غلطه. شما نمیتونی بری پیش آقای اکمل بشینی. آقای خسرو اکمل دوست منه، بهشم احترام دارم، گاهی هم زنگ میزنیم حالا همون میپرسیم. شما من میتونم با آقای اکمل برم حرف بزنم، شما نمیتونید برید، برای اینکه شما رهبر، شما پیشوا، مقتدای شما رو اون نظام باهاشون رفتار کرده، پیرمرد رو فرستادین تو خارج کشور به کار گل با اون فضاحت، بعد شما میری با این حرف میزنی، چه حرفی داری باش بزنی؟ نمیتونی باش حرف بزنی. من جناب دکتر اکمل رو بیش از 50 سالی که میشناسم، ولی کار نداری. ببینید من در رابطه خیلی سریع بیان بدارم، به هر حال اگر ما فقط بخوایم شرح مصیبت و زاری رو بدیم و بدونیم که جامعه ایران این چنین، این تغییرگرایی ها هست، این اختلافات هست و سازمان ها و گروه های سیاسی نمیدونن چه میخواهند. خب میدونن چه میخواهند، چرا میدونن چه میخواهند، این خلطه، میدونه چه میخواهند، نمیدونه چجوری بهش برسه. خب بله، اینو باید حل کنی دیگه، نمیتونی در کنار اکمل، نمیتونی شو پیز پایرایز، نمیتونه بری کنار خود اکمل بشین. اکمل اون نظام رو قبول داشته، اونو میگه بهترینه، شما پیز پایرایز میگه اون بهترین بود، دوره محمد رضا شاه بهترین بود، نمیگه هم چه حرفیه که چجوری میری با اون میشین. بله ببینید، میگم اینقدر مسائل بسیارم میگویند که مسئله بد و بدتر است. غلطه دیگه، غلطه. در این 30 سال گذشته شاهدش هستیم، تجربه کردیم، مقایسه بکنیم با آنچه که پیش از این 34 سال بود. موضوع ما نیست اصلا، اگر انصاف و مروت داشته باشیم. نه موضوع ما نیست اصلا، این به این دپارتمان ربطی نداره، این مرضش به این بخش شما نمیخوره. شما فرض کنید که مرضی هست، مریض عفونیه، یکی سوختگی داره، اینا رو نمیرن توی یه بخش بخوابونن، من دو تا بخش، اینا دو تا بخشه، شما یه بخش دیگه رو وارد کردی، وارد بخش دیگه نشیم، تو این بخش خودمون، هر کسی باید بلاک خودش رو درست کنه. می‌فرمایید که آقای دکتر اکمل خواستش اون بوده، آقای دکتر اکمل هم خواستهای درونیش
خاطر اینکه ایشون هم یک فرد ملی است و ایران دوست و ایران پرست، یعنی پرستار، نه با مفهومی که کسانی میان نقلاته به کار میدارن پرستش از شبت که خاک و خوماری صحبت ها هستند. اما نمی پردازیم به گذشته، حال رو به نظر بگیریم با آنچه که ما در پیش داریم. شکی نیست یک راه ما نپرداختیم آقای دکتر، ما نپرداختیم، شما هم پرداختید، گفت قیاس کردی، گفتی قیاس غلطه، قیاس نکنید، قیاس غلطه، به گذشته کاری نشتوش، همین امروز راجع به شرف بزن. تصادفا ما اینو میگیم، من منظورم فقط این بود که نواری از حزب مشروطه سخن به میان آوردید و اینکه چرا اینها آقای سکویی و دیگران. گفتم خیلی عالی بود، خیلی خوب بود اگر اینها می آمدن و بودند. آقای مهدی فتاح‌پور یک اشاره‌ای در صحبتشون کردن، صحبت از بلوک‌ها کردن. من دراز پیش گفتم که تشکلات سیاسی جمهوری خواه، مشروط طلب و دیگر تشکلات وقتی که به وجود بیایند در واقع در کنار دیگر قرار بگیرند، آن هنگام وضعیت این صفحه شطرنج سیاسی روشن خواهد شد. اما به اونجا نرسید و این انتخاب نسبت به آقای مهدی فتاح‌پور که صحبت از بلوک‌ها میکنند و این که بعد نمایندگانشون بیایند و بشینند، باید گفته بشه اینها حتی اتحاد جمهوری خواهان رو که 7-8 سال پیش وقتی که در شهر برلین نخستین نشستشون داشتن، بیش از 700 نفر از نهله‌های چپ به دور یکدیگر جمع آمدند، پس از گذشت 6-7-8 سال امروز وقتی که به دور یکدیگر جمع میشوند بیش از 70 نفر هم نیستند. ببینید مشکلات این چنینه. ببین آقای دکتر من توضیح میدم، اجازه بدید آقای دکتر همینجا کلامتون رو نگه دارید بزنم. علت این که روز اول 800 تا بود بنا به روایت تاریخ اتحاد جمهوری خواهان، همین چیزی که شما بهش اشاره کردی، یعنی همین اشکالی که شما داری در واقع اونام داشتن، عده قریبشون از ایران اومده بودن، خانم شعلا شرکت دادن، آقای فلان، و اینا رو بردن صدر مجلس نشوندن. شما هم وقتی میگی که یارو بریده از اونجا بذار راه بهش بدیم، راه بهش بده بیاد، ولی نه بر صدر مجلس بشون، فرمونه دست اون نمیدی که، اون باید بره تایید صف وایسه. خب علتش اینه، اگر در اونجا این اتفاق افتاد 800 تا بودن، جمعی کثیرش از ایران اومده بود، برگشتن سوزنشو خالی کردن، برگشتن خونش و مرتب این کارو برای شما انجام میده، برای من انجام میده، مرتب آدما رو باد میکنه، بعد پس میزنه سوزنش خالی میکنه، میزش زمین. ما اول شرط اونه که صداقت داشته باشیم، راست بگیم، راستشو بگیم، اول کارمون اینه. اون چیزی که جمهوری اسلامی میکنه ما عکسشو عمل کنیم، ما عکسش باشیم تا بشیم اپوزیسیونش. ما اگه مثل اون رفتار کنیم همین میشیم. من میگم که همه شماها، بزرگانی مثل شما، مثل آقای مهدوی، مثل خیلی های دیگه، همه شما رفتید به سمت شاهزاده، گفتید آقا ما حاضریم که بیایم در رکاب شما باشیم، همه رو پس زد، گفت نه شما رو نمیخوام، خانم گلستانه و آقای پیرزاده اینا برای من کفایت میکنه. خب این نشون میده که این آدم مدیریت نداره، نمیتونه اینو نداره، نشه سرشو برید که نداره. خب چیکارش کنیم؟ اشکال اینجاست، شما اشکال رو پیدا کنید، دردش پیدا کن، دواش پیدا میشه، اما بعد درد رو پیدا کن. دقیقاً کاملا درسته. یا من یک اشاره بکنم که در رکاب ایشون عرض که ما فردی آزاد جدا و ببینید خب از نظر حزبی وضعیتمون هم روشنه. من نسبت به بعضی از مسائل و سخنان هم ایراد و انتقاد داریم، از جمله هر شبت آنجا که سخن از آلترناتیو به میان میاد که در اون نشست مستر کلمن یا بله پراک جناب آجی که سخن از این کرده بودن که مسئله آلترناتیو مطرح نیست، اصلا باید گفته بشه معنی و مفهوم آلترناتیو مطرح نیست یعنی چه. یک این چیزی هم شاهزاده اشاره بهش برده بودن، اصولا مسئله آلترناتیو در میانه، آلترناتیو یعنی که جمهوری اسلامی آنچه که وجود داره و یا اون چیزی که ما در واقع دموکرات ها، انسان های آزاده، مردم ایران در واقع به دنبالش هستن، یعنی یک ساختار مردم سالار، یک جامعه باز و آزاد که سرکوب نباشه، که عرض شود که
عدالت اجتماعی برقرار باشه، امنیت و ثبات اجتماعی برقرار باشه. از اینجا رد نمودش. بنابراین معلومه که به دنبال آلترناتیف هستیم. بعد یه مسئله دیگری هم که اجازه میخوام بهش اشاره بکنم، این مسئله ای که در واقع از یک سو بدونیم که مردم باید هزینه بکنند و بعد از سوی دیگر بدونیم که نافرمانی های مدنی درست، اما به دور از خشونت ما به هیچ وجه اجازه نداریم و این حق رو نداریم. وقتی که انسان ها در برابر ستم قرار میگیرند، در برابر سرکوب قرار میگیرند، به هر صورتی که هر کس بخواهد از خودش دفاع بکنه، این مجازه، این حق طبیعی هر انسان آزاده است. بنابراین اگر در این رابطه در برابر یورشگران، گماشتگان رژیم، همونطور که در خرداد 1388 ما دیدیم قرار گرفتند و کسانی هم مقاومت کردند، از خودشون خشونت نشون دادند، خشونت انقلابی نشون دادند، این اون مسئله اساسی است، خشم انقلابی. ما نمی‌خواستیم که صحبت از این بکنیم که مبرا از این باشه که احیانا دیگران دفاع از خودشون نکنند. این مسئله به هیچ کس نمیتونه مطرح بشه. این حق طبیعی هر انسان آزاده است که دفاع از خودش، جان در واقع عزیزه، جان شیرینه، باید ازش دفاع کرد. این اون مسئله اساسی است. معلومه که در یک چنین مبارزات ما در منطقه هم دیدیم خشونت وجود داره و خشونت یعنی دفاع وجود داره. اون کسانی که خشونت رو به وجود میآورند سرکوبگران هستند، اما باید بدانند که مردم هم به دفاع از خودشون برمیخیزند. اینها در واقع مؤلفه های یک مبارزه سیاسی و اجتماعی است که اگر سخن از هزینه بمیان میآوریم، مردم این آمادگی رو دارن که هزینهش رو بپردازن. و خرداد 1388 نشون دادن، در این سه دهه گذشته نشون دادن هزاران هزار نفری که جان داشتن و امروز هم هزینه میکنن. شما ببینید در دل زندان های سیاسی سیاهی این حکومت چه خبره. شما ببینید همین همرزمان ما رو که مرتب مورد ستم قرار میدن، ایستادن پایداری میکنن و حاضر نیستن تسلیم بشن. بسیار خوب، این مسئله اساسیست. ممنونم آقای دکتر، ما فرصت همون کمه، اجازه بدین که من فقط با این موضوع مطلب رو جمع‌بندی کنم. و اون که مطلع شدیم که همونطور که شما هم تو صحبتتون اشاره کردی، یک رایزنی‌هایی داره صورت میگیره با حزب مشروطه و نهاد مردمی. قرار است نهاد مردمی و حزب مشروطه برن یه دونه سوپ شورا درست بکنن که این شورا رو یه جوری دوباره از این شرایط بیرون بیارن. امیدوارم که موفق بشن بتونن این کار رو انجام بدن. ما آرزوی موفقیت داریم برای هر کسی که در راه قدم میذاره که به نفع مردم باشه. به هر حال ممنونم آقای دکتر از شرکتتون در برنامه، سپاسگزارم. صحبت ها به نظر من جامع بود، کافی بود، برای شناخت بس بود دیگه. حالا اگر که فرصتی باشد در دفعات دیگه در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از مشارکت. خواهش میکنم، منم سپاسگزار هستم. شما اشاره واپسینتون بسیار درست بود و ما هم در رابطه با این سوپ شورا شاید هستیم و دخالت داریم و امیدواریم که به این سو پیش بره. آخر خیلی سپاسگزار هستم. ممنون. و میگویم پاینده ایران و روز به شما و بینندگان شما. بلی، از قول من به همه دوستان بگید آقا دروغ نگن، اول از همه راستشو بگید، راستشو بگید، مردم باور میکنن. بله، راستشو بگید. ساده اشاره من بردم شاهزاده رضا پهلوی هم که سخن از شفافیت و صراحت، اول راست بگید. امیدواریم که این شفافیت و صراحت رو هم در رابطه با کمیته موقت و تصمیماتی که سوپ شورا داشته باشیم این هفته های آینده گرفته خواهد شد از خودشون بروز بدن. بله، ممنونم از شما، سپاسگزارم. سپاسگزارم. ممنون. خیلی سپاسگزارم. بدرود. سوپ شورا حالا درست میکنیم. بیچاره مردم. بیچاره مردم.